بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضران و غایبان و سپاس گذاری میکنم به خاطر تشریف آوردنشان و حسن استماعشان. قرار نبود من امشب به محضر شما بشتابم، اگر بتوانم با تحریفی از شعر حافظ استفاده یا سوء استفاده کنم باید بگویم که بازرگان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. دوست بسیار گرامی ما جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان که هر ماه زحمت میکشند و راه دوری رو سپری میکنن و به اینجا میآیند، گویا به دلیل کسالت خفیف و توصیه طبیب نیامدند و برنامه هفته بعد ما در این هفته قرار داده شد. هین بگو که بخت من پیروز شد، آنچه فردا خواست شد امروز شد. لذا امشب در حضور عزیزان حاضرم و بحثی رو که نوبت آتی بنا داشتم مطرح کنم امشب مطرح میکنم. عنوان بحث رو شنیدید، خشونت در متون مقدس. در سلسله بحث‌های انجیل و قرآن این بحث البته می‌گنجد، اما دایره وسیع‌تری داره، یعنی در این باب و در این نوبت به بیش از انجیل بلکه به تورات که اون هم از کتب و متون مقدس است اشاره خواهم کرد و نکاتی رو در میان خواهم آورد و همچنین مناسبتی هم دارد. اون مناسبت این است که، یعنی این بحث رو من پیش انداختم، جای منطقی اون جلسات بعد بود اما پیشتر آوردم به سبب حوادثی که اخیراً در آبان ماه در ایران رخ داد و متاسفانه فجایع خونباری اتفاق افتاد. بیش از 200 نفر از هموطنان ما کشته شدند و خونشان بر سنگ فرش خیابان‌ها ریخت. فریاد می‌زدند، حقوق خودشون رو می‌طلبیدند، از بی‌نوایی، از محرومیت می‌نالیدند و گله داشتند. از گران شدن بنزین، از گران شدن ارزاق، از ستمی که بر آنها می‌رود، از تبعیضی که بر آنها می‌رود، از اختناقی که در کشور حاکم است و بسی ستمها و قساوتها و شرارتهای دیگر، و متاسفانه جوابشون رو با گلوله گرم دادند. هرچه بود حادثه تلخ و غمبار و خونینی بود، اما شاید تلختر از اون حادثه برنامه‌ای بود که تلویزیون یا صدا و سیمای ایران اجرا کرد. من به اون به صدا و سیما میدانید میگویم که بنگاه بانگ و رنگ یا صندوق صوت و صورت. این بنگاه بانگ و رنگ برنامه رو اجرا کرد، مردی رو که قرآن پژوه هست و نامی در این زمینه دارد و مورد احترام است و سنی از او گذشته است. او رو آوردند و از ایشان خواستند که یکی از آیات قرآن رو تفسیر کند، آیه‌ای که من هم به تفسیر او خواهم پرداخت. و ایشان با کمال صراحت و با کمال جهالت متاسفانه این آیه قرآن رو مطرح کردن، خواندن، معنا کردن، ترجمه کردن و اون رو بر شورشیان و کسانی که در خیابانها به سطوح آمده بودند و فریاد برداشته بودند تطبیق کردند و گفتند که مصادیق این آیه همین افرادی هستند که در خیابان‌ها آمدند و بانگ برداشتند و شعار دادند و از ستم‌های حکومت نالیدند. آنها را محکوم کردند به قتل، به دار زدن، به دست و پا بریدن، به نفی بلد و از شهر مألوف خود بیرون کردن و حتی با تأکید تمام گفتند که نه تنها آنها را باید کشت بلکه آنها را باید زجر کش کرد. آنها که اون برنامه را دیدند می‌دانند که من به چه اشاره می‌کنم. چند بار ایشان آیه را خواندند
و چند بار گفتند که من از خود نمیگویم، قرآن میگوید، و چند بار گفتند اگر من خطا میکنم علمای دین راهنمایی کنند و مرا تصحیح کنند، و چند بار تأکید کردند که تعبیر قرآن که میگوید ان یقتلوا، نه این که اونها رو با یک تیر یک گلوله بزنند و خلاص کنند، بلکه باید زجر کش کنند. خب این برنامه صداهای بسیار برانگیخت، اعتراضات فراوان به بار آورد، چنان که انتظار می رفت، به طوری که این اعتراضات پاره از افراد داخل کشور را هم به فکر واداشت و این آقا رو که نامشون آقای ابوالفضل بهرامپور بود گویا صدا زده بودند و از ایشون خواسته بودند که برنامه دیگری اجرا کند و در آن برنامه دیگر اعتذار کند و اعتراف کند که در تفسیر قرآن خطا کرده است، و ایشان هم آمد و گفت که بله، پاره ای از علما به من گفتند که بعضی از الفاظ که به کار بردی شایسته نبود و تطبیق بر مصادیق هم که کردی شایسته نبود. این اتفاق در ایران افتاد و مثل هر اتفاق دیگری به سرعت فراموش شد یا دست کم خاموش شد، اما می دانم که چون آتشی زیر خاکستر باقی است. اما در خارج کشور ماجرا جدی‌تر بود. در خارج کشور عموم فرقه های اپوزیسیون یعنی مخالفان حکومت از راست راست گرفته تا چپ چپ، یا به تعبیر خود من از ارتجاع سلطانی تا تروریسم آلبانی و کسانی که در این میان نشسته یا ایستاده اند، این قصه رو بل گرفتند. برای اونها یک هدیه الهی بود تا به اسلام، به قرآن، به تشیع حمله کنند. و نغمه رو که همیشه سروده اند دوباره این بار بلندتر به سرایند که ما که گفتیم اسلام دین خشونت است و ولایت فقیه به معنای جواز خشونت است. اکنون هم مفسرانشون در تلویزیون به صراحت همین معنا رو بیان می کنند و از حکومت می خواهند که مردم رو نه تنها قتل عام کند، بلکه اونها رو زجر کش کند. از خارج نشینان، از مخالفان بعید نبود و همیشه انتظار می رفت که بهانه‌ای به دست بیاورند و اون رو مستمسکی کنند تا به گمان خودشون در تضعیف دیانت و در تضعیف معنویت بکوشند. در اینجا دو طایفه وظیفه بزرگی دارند. یک طایفه روحانیون ما هستند که نان شریعت رو می‌خورند و سقف معیشت بر ستون شریعت زدند و ارتزاق از راه دین می‌کنند. وظیفه آنها دفاع از دیانت است، دفاع از قرآن است. وظیفه آنها تعلیم صحیح معانی قرآنی و اسلامی است. یک طایفه دیگر هم روشنفکران دینی هستند که اونها هم همه چیز خودشون رو در میان نهادند، بدون اینکه کمترین برخورداری از ثروت یا قدرت داشته باشند، برای اینکه دفاع از دیانت و معنویت کنند در عصر مدرن که دشوارترین کار است. از روحانیان ما که صدایی بر نخواست و هیچگاه هم بر نمیخیزند، مگر وقتی دست به تکفیر کسی ببرند، مگر وقتی دست به تفسیق کسی ببرند، کسی رو بخوان از زندگی بیاندازن، از عرصه قدرت بیرون کنن، صدای کسی رو خاموش کنن، در اونجاها فعالن، چالاکن، همدستن و به اتفاق کسی رو میکوبند، فرو میکوبند و سر جای خود مینشانند. با دراویش در ایران دیدیم که چه کردن، با مخالفین دیگرشون. لذا از آنها انتظاری نمی رود. حتی اکثر کاری که کردن همین بود که این گوینده رو صدا زدند و
و به او گفتند برو حرفای خودت رو به نحو خیلی ملایم و رقیقی پس بگیر و همین شد و تمام شد. یک نفر از آنها به تلویزیون نیامد، به رادیو نیامد که بگوید که حالا من میخوام تفسیر درست این آیه رو برای شما بگویم، به شما بیاموزانم که آیا قرآن کتاب خشونت است یا نیست، معنی این آیه چیست، شأن نزولش کجا بوده است، وظیفه حکومت و قدرتمندان در زمان حاضر چیست و امثال اینها. همه چیز لاپوشانی، همه چیز زیر فرش زدن و دیگران رو صالح برای ورود در بحث ندانستن، مواجهه صریح و مستقیم با حقایق نکردن و پوشاندن حقیقت. همون چه قرآن که تعنی که به ملاهای یهود و نصارا میزند همین است که میگوید که شما آیات الهی رو پنهان میکنید، نمیگذارید مردم بدانند، نمیگذارید مردم اونها رو بشنوند، عوض میکنید، یک تومون ما انزل الله میکنید و غیره. خب من بعد از این هیاهوها که برخاست تصمیم گرفتم که در این سلسله بحث‌های انجیل و قرآن این قصه رو مطرح کنم، اون هم در یک دایره وسیع‌تری، یعنی هم ماجرای خشونت رو در تورات بکاویم، هم در انجیل بکاویم و نهایتاً هم به قرآن برسیم و ببینیم که قرآن در این باب چه میگوید و تکلیف ما چیست، قرآن رو امروز چگونه باید بخوانیم و بفهمیم بدون اینکه کمترین تکلفی بورزیم، بدون اینکه بخواهیم توجیه کنیم، بخواهیم معنا رو عوض کنیم. ما میدانیم که در قرآن مطالبی هست که با اندیشه ها و ارزش های امروزین ما چندان سازگار نیست. راه حل اونها این نیست که ما معنی این آیات رو عوض کنیم، بلکه دید خودمون رو نسبت به وحی، نسبت به نبوت، نسبت به این کتاب الهامی باید عوض کنیم، نه اینکه کلمات رو برداریم و پیش و پس کنیم و بریم و بگردیم و یک معنای خیلی بعیدی برای پاره از کلمات مهجور پیدا کنیم و خیال خودمون رو راحت کنیم. این شیوه صحیح و شایسته ای نیست. خب من از تورات آغاز میکنم. کتاب تورات، پنج کتاب اصلی که گفتند یهودیان معتقدند که به حضرت موسی وحی شده است و الهام شده است که پنتاتوک نامیده می شود و مجموع شریعت موسی در این کتاب هاست، مخصوصا در دو کتاب، یکی کتاب لاویان و دیگری کتاب تثنیه دوترونومی که احکام شریعت موسی را دارد. شما اگر این کتاب ها رو بخوانید، اولا قرابت بسیار زیاد احکام شریعت موسی با احکام اسلامی رو پیدا میکنید، یعنی تمام اونچه که ما در اسلام هم داریم، مثل پاک بودن، نجس بودن، حلال بودن بعضی گوشت بعضی از حیوانات، حلال نبودنشون، ذبح شرعی، ذبح غیر شرعی، جنوب شدن، حائض شدن، غسل کردن، خود را آب کشیدن، طهارت یافتن، همه اینها با تفاوت‌های اندکی در کتاب تورات هم دیده می‌شود. یعنی به لحاظ تکالیف شرعی مسلمان‌ها و یهودیان خیلی شبیه یکدیگرن. همون احکام نسبتاً سختگیرانه‌ای که در اسلام هست و از مسلمانان میخواهد که مراقب پوشاکشون، خوراکشون و طهارتشون و امثال اینها باشند، حتی بالاتر از اون مسائل اقتصادیشون، رباخاریشون و غیره، این اینها در تورات هم دیده میشود، بسیار نزدیک به آیین اسلام. بی جهت نبود که یهودیان با پیامبر اسلام در میپیچیدند، چندین علت داشت. یکیش این بود که خب یهودیان میگفتن دین یعنی یهودیت، بقیه ادیان یا تحریفند یا الگوبرداری از یهودیت. دوم این که میگفتن که مسلمانها یا پیامبر اسلام بسیار مطالب بسیاری رو از یهودیت اقتباس کرده است که در احکام شریعت
خیلی پیداست. حتی تا مدت‌ها که مسلمان‌ها به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند و پیامبر پس از اینکه وارد مدینه شدند یک سال و خورده‌ای بعد از هجرت قبله رو تغییر دادند و به سوی مکه نماز خواندن رو آغاز کردند. مسجدی هم اکنون در مدینه هست که مسجد ذو قبلتین نامیده می شود. کسانی که به حج مشرف شدند دیدند، گفتند که پیامبر رو به بیت المقدس نماز می خواندند. در حین نماز به ایشان امر شد که قبله رو به سوی مکه بگردانند و ایشان همونجا عوض کردن، زاویه رو عوض کردن و به سوی مکه نماز خوندن و این رو جزو معجزات پیامبر می شمارن، برای اینکه می گوین که دقیقاً همون چند درجه‌ای که لازم بود ایشان بچرخند تا مسیر عوض بشود همون مقدار چرخیدن. باری احکام تورات خب در قیاس با احکام جزایی اسلامی احکام خیلی سختگیرانه تری است. یعنی اگر شما به دنبال خشونت می‌گردید، من البته این خشونت رو بعداً معنا خواهم کرد و توضیح خواهم داد، اکنون به همین به دلیل تداول و رواجی که این کلمه داره اون رو به کار می‌برم تا بعداً در باب این یک دقت بیشتری هم بورزیم که لازم است. اگه به دنبال احکام خشن می‌گردید، البته تورات در صدر می‌نشیند. این احکام رو امروز یهودیان رها کردند. در قرن 18 یک ریفورمر بسیار مهم و مشهور به نام موزس مندلسون که آلمانی بود آمد و تحولات بزرگی در شریعت یهود پدید آورد و تقریبا این احکام رو تعطیل کرد و نظریه خاصی در این باب داشت. اکنون بجز اولترا ارتدوکس های یهودی که تعدادشون خیلی کمه، دیگه کسی قائل به اجرای این احکام نیست. میدونید شما که اسرائیل که الان 70 از تولدش و بنیانگذاریش میگذره هنوز قانون اساسی نداره و روشنفکران و حقوقدانان اسرائیل همچنان مشغول نوشتن قانون اساسی هن. من حدود 15 پیش که در آلمان بودم در یک مؤسسه تحقیقاتی، در اونجا چند نفر از حقوقدانها و متفکران و جامعه شناسان اسرائیلی هم بودن در کنار محققان از کشورهای دیگر. با هم که صحبت میکردیم یکی از این حقوقدانها به من میگفت که من عضو همون مجمعی هستم که مشغول تهیه قانون اساسی اسرائیل هستیم. گفتم با تورات چه میکنید؟ همین کلمه رو به من گفت. گفت It's crazy. گفت ما احکام تورات رو نمیتونیم وارد قانون اساسی بکنیم با اینکه این حکومت به اسم یهودیت و دین پدید آمده. گفت ما حد اکثر در قانون اساسی می‌نویسیم ما به کتاب مقدس احترام می‌گذاریم. یه تعارفی می‌کنیم، یه لیپ سرویس به قول معروف، چیزی بیشتر از این نمیتونیم بیاریم. که خب درستم هست. یعنی پاره ای از احکامی که در تورات هست و الان براتون میخونم اینا واقعا قابل ارائه نیست، قابل دفاع نیست، قابل انجام نیست، اما وجود داره در کتاب تورات. لذا نکته ای که میخوام اینجا بگم این است که از تورات وقتی که آغاز کنیم میبینیم که این احکام شرعی پاره ایشون بسیار سخت گیرانه یا به اصطلاح امروز غیر انسانی هست. اولا سنگسار در تورات است. ما در قرآن سنگسار نداریم و خواه برای ارتداد و خواه برای گناهان و جرمهای دیگر. اینکه کسی رو از طریق سنگسار بکشند، چندان سنگ به او بزنند تا بمیرد، زیر سنگ ها له بشود و جان ببازد، این جزء احکام توراتی است، جزء احکام قرآنی نیست. اما در روایات شیعه و سنی سنگسار آمده است. حالا این حکم چگونه وارد شده و به چه دلیل از چه منبعی، به هر حال در فقه سنگسار وجود داره، هم در فقه شیعی و هم در فقه سنی. و شما میدانید که در ایران تا همین چند وقت پیش سنگسار میکردن و کسانی رو که معتقد بودن مثلا زنای محسنه کردن یا حالا فقط در این مورد
و الا در مورد ارتداد هم گفته شده است، در مورد همجنسگرایان هم گفته شده است که مجازاتشون سنگسار کردن است. خب این حکم رو یکی از محققین اخیراً تحقیق کرده و ایشون نوشته بود که ما در اسلام نداریم و اینی هم که گفتن که در زمان پیامبر یک مورد سنگسار رخ داد درست نیست و اگر هم رخ داده است یهودیان کردن، منتها پیامبر از اونها خواست که به حکم شریعت خودتون عمل کنید، چون میخواستن تبعیضی قائل بشوند و کسی رو به مجازات خودش نرسانند. من پاره ای از این احکام رو اینجا برای شما فقط میخوانم تا ببینید که چگونه است. از سفر لاویان میخوانم، این در باب سنگسار است. یهوه یعنی خداوند، البته ما جرأت میکنیم که اینجا کلمه یهوه رو به کار میبریم، هیچ یهودی هیچ وقت کلمه یهوه رو به کار نمیبرد، نام مقدس خداوند است. به اینجاها که میرسن اگر توی مجامع یهودی دیده باشید میگن هاشم، هاشم یعنی این اسم، نمیگن یهوه، این اسم چنین شنان هاشم. ها همون ده هست در انگلیسی یا ال، شم همون اسمه به عبری، اسم رو میگن شم، هاشم این اسم، و خود اسم رو تلفظ نمی کنن چون نباید تلفظ کنن. باری پسر زنی اسرائیلی که پدر او مصری بود از خانه خیش برون گشت و میان اسرائیلیان با مردی که اسرائیلی بود در اردوگاه نزاع کرد. باری پسر زن اسرائیلی بر نام کفر گفت، بر نام یعنی بر نام خداوند کفر گفت، سخن کفرآمیزی گفت نسبت به خداوند، حالا یا اهانتی کرد یا دشنامی داد یا چیزی، و آن را نفرین کرد. آنگاه وی را نزد موسی بردند، او را حبس کردند تا تنها طبق فرمان یهوه در باب او حکم شود. یهوه با موسی صحبت کرد و گفت کسی را که نفرین گفته از اردوگاه برون آور. جمله آنان که سخن او را شنیده اند دستان خیش بر سر وی نهند و تمامی جماعت او را سنگسار کنند. پس آنگاه اسرائیلیان را چنین گوی، هر کس خدای خود را نفرین کند بار گناه خیش بر دوش کشد. آن کس که بر نام یهوه کفر گویی کند باید بمیرد. تمامی جماعت او را سنگسار کنند، خواه قریب باشد یا اهل سرزمین. اگر بر نام کفرگویی کند بمیرد. اگر کسی انسانی را بزند هر که باشد باید بمیرد. آن که حیوانی را بزند باید عوض آن را بدهد، جان در عوض جان. اگر کسی هموطنی را مجروح سازد با او آنچنان کنند که خود وی کرده است، شکستگی در عوض شکستگی، چشم در عوض چشم، دندان در عوض دندان. پاره از اینها در قرآن هم هست، سن و به سن و لعین و به لعین و لعنسا به لعنسا. همان گزندی را که بر کسی رسانده اند همان را ببیند. چون موسی اسرائیلیان را چنین گفت، کسی را که نفرین گفته بود از اردوگاه برون آوردند، او را سنگسار کردند، بدین سان آنچه را یهوه به موسی فرمان داده بود به جای آوردند. این حکم ارتداد است، یعنی کفر گفتن، به نام خدا نفرین کردن، اهانت کردن یا چیزی از این قبیل. از کدام ما در اسلام در قرآن هیچ جزایی، هیچ مجازاتی برای مرتد نداریم، هیچ مجازات نداریم، حالا چه رسد به مجازات سنگسار کردن. اما اینکه چرا در روایات پیدا شده جای بحث داره. اما از این بالاتر در سفر لاویان که خب مربوط است به روحانیان یهودی، در بخشی از اول یعنی در فقره 21 که دستور می‌دهد که موی سر را نسترند، لبه ریش را نچینند، تن را زخم نزنند، بهر خدای خیش مقدس باشند، زن روسبی و بی حرمت را به همسری نگیرند، زنی را که شوهرش او را رانده است، اینا وظایفی است که روحانیان باید انجام بدن.
بعد میگوید که این آیه نهمه از بخش 21 که میگوید اگر دختر مردی که کاهن است، یک دختر یک روحانی، تن به فحشا دهد و خود را بی حرمت سازد، پدر خیش را بی حرمت ساخته و باید در آتش سوخته شود. مجازات با سوزاندن به آتش که ما در اسلام نداریم خوشبختانه، چند جا اینجا در تورات دیده می شود. یکیش اینه، کسی که حالا اگر این دختر یا این زن کار خطایی میکنه، فرزند روحانی نباشه، یک مجازات داره، ممکنه سنگسار بشه، اما چون فرزند یک روحانی است، حرمت پدر خودش رو برده که حرمت پدر او حرمت معبد است و حرمت دیانت است، آنگاه به اشد مجازات میرسد که عبارت است از سوزاندن. این سوزاندن رسم عجیبی بوده و شما خوب میدونید یهودیان البته در طول تاریخ دست بازی نداشتند. یهودیان همیشه سرگردان بودند، همیشه اقلیتی بودند، در کشورهای مختلف میزیستند، از اینجا به اونجا، از اونجا به اینجا، یهودیان سرگردان بودند، اقلیت‌هایی که تحت تهدید بودند، تحت تعقیب بودند، لذا به احکام شریعت خودشون نمیتوانستن عمل بکنن. اینکه کسی رو بگیرن، بسوزانن، سنگسار کنن، در عمل رخ نمیداد، برای اینکه قدرتی نداشتن. اما در مسیحیت این سوزاندن بسیار رایج شد. شما همه اطلاعاتتون در باب انکیزیسیون یا انکویزیشن یعنی تفتیش عقاید به شما میگوید که در طول دوران قرون وسطا بارها و بارها پاپ ها و کلیسای کاتولیک مرتدین رو و کافران رو به آتش سوزاند، یعنی اونها رو کباب کرد، رسماً اونها رو به سیخ میکشیدن و بر آتش، burn at stake، تعبیری است که همیشه در کتابهای تاریخ به کار میبرند، زنده زنده اینها رو به سیخ میکشیدن. یکیشون جوردیو برونو بود که خب مشهور است، کسی که معتقد بود که جهان بی پایان است و غیره، نزدیک بود که سرگذشت لوتر همینطور بشه. لوتر رو شاهزادگان آلمانی پنهان کردند و به دست کلیسا نصب کردند، ولی بدون تردید مجازات او هم سوزاندن به آتش بود. یا فرض کنید که گالیله که خب با یک حسن تدبیری و با یک ملاطفتی که کلیسا نسبت به او کرد از این عذاب رهایی پیدا کرد. اما علاوه بر مرتدین، میدونید جادوگران دومین در مخالفان و متهمان و محکومان کلیسا بودند. کلمه ویچ هانت شاید شنیده باشید، یعنی دنبال جادوگران افتادن. هر بدی که در شهر رایج میشد، مثلا یه مرضی میومد، سیلی میومد، فرض کنید قحطی میومد، چیزی میومد، اینا رو نسبت میدادن به جادوی جادوگران و این بیچاره ها رو میگرفتن و به آتش میسوزوندن. ویچ هانت یکی از لکه های سیاهی است که بر کارنامه کلیسای کاتولیک هست و سوزاندن به آتش در همه اینها مرسوم بود. ما در اسلام البته این رو باید بگم، بعضی ها گفتن که در مورد همجنسگرایان یکی از مجازات های جایز سوزاندن است، اما در طول تاریخ ما سراغ نداریم که چنین عملی انجام شده باشد. روایتی هم از پیامبر هست که ایشان گفتن لا یعذب بالنار الا رب النار، فقط خدا حق دارد و میتواند مجرمان رو به آتش بسوزاند، یعنی در جهنم و در قیامت، اما در جهان، در این جهان این اتفاق نباید بیفته. یک مورد دیگر رو هم برای شما بخوانم و قصه تورات رو به پایان ببرم. این هم باز در مورد کفار است. این در سفر تثنیه است، دوترونومی در سوره یا فقره 13. اگر بشنوی که در یکی از شهرهایی که یهوه خدایت بر تو داده است تا در آنها سکنا گزینی، مردانی عرازلی برخواسته از تبار تو همشهریان خود را گمراه کرده و گفتند برویم و خدایان دیگر را پرستش کنیم. به موسی میگه اگر بشنوی
کسی برخواسته، مردم رو اضلال میکنه، گمراه میکنه، دعوت به خدای دیگه میکنه، در باب این قضیه تفحص و تحقیق کن. اگر به خوبی معلوم شود و به اثبات برسد که چنین کراهتی در میان تو صورت پذیرفته است، یعنی چنین امر زشتی، باید ساکنان اون شهر را از دم تیغ بگذرانی، شهر را حرام خوانی، هم آن را و هم هر آن چه را در آن است، جمله غنایم آن را در میانه میدانگاه عمومی گرد آور و شهر را با تمام غنایم آن بسوزان و آن را به تمامی به یهوه خدایت تقدیم کن، تا ابد ویرانه‌ای خواهد شد که دیگر از نو بنا نخواهد گذاشت. از این شهر حرام چیزی نگاه مدار، از آن روی که یهوه از شدت خیش خشم خیش بازگردد و بر تو رحمت آورد و رحم کند. بدان شرط که به دعاوای یهوه خدایت گوش سپاری و تمام فرمانهای را که امروز بر تو میدهم نگاه داری الی آخر. بعد وقت احکام دیگری هست راجع به حیوانات پاک و ناپاک و یعنی تمام اینها جزو احکام شریعت است. حیواناتی را که می توانید تناول کنید، گاو و گوسفند و بز و گوزن و غزال و گوزن زرد و بز کوهی و غزال صحرایی و قوچ کوهی، هر حیوانی که سم شکافته و دوشاخه دارد و نشخار کند تناول توانید کرد، اما از میان نشخارگران اینها را تناول نتوانید کرد. شتر و خرگوش اونها را ناپاک شمارید و خوک که سم شکافته دارد لیکن نشخار نکند اون را ناپاک شمارید. گوشتشان را تناول و لاششان را لمس مکنید. از میان هر آنچه در آب میزید اینها را تناول کنید. هر آنچه که باله و فلس دارد تناول توانید کرد، لیک اونچه را باله و فلس ندارد تناول نتوانید کرد. اینها رو میخونم برای اینکه مشابهت های اینها رو با احکام فقهی خودمون هم ملاحظه کنید. هر پرنده پاک را تناول توانید کرد، لیک اون پرندگانی که تناول نتوانید کرد، دال، همای، استخوانخار و تمام گونه های کلاغ، شترمرغ، مرغ حق، کاکایی، بوف، جغد، مرغ سقا، کرکس پشت سفید، مرغ ماهیکار، لکلک، گونه های مختلف حواسیل، هدهد، خفاش و غیره. هیچ حیوان مرده را تناول نتوانید کرد، آن را به قریبی که نزد تو مقیم است بده تا تناول کند. آن را به قریبی، حیوان مرده را خودت نخور، اما به قریبی که نزد تو مقیم است بده تا تناول کند، یا به قریبی در بیرون بفروش، چرا که قومی مقدس از برای یهوه خدایت هستی. و آخرین حکم این که بزغاله را در شیر مادرش مپز، که این البته یکی از احکامی است که خیلی هم به او عمل میکنه. خب اینا رو خوندم، بخشای خشنش رو دیدید، بخشای غیر خشنش هم دیدید. به هر حال فقه دیگه، فقه هست و شریعت هست و هلاکا به قول یهودی ها هلاکا همون شریعت هست و این احکامی که پارهش در اسلام هم آمده، در خود قرآن هم هست که ما حرمنا علیهم کل ذی ظفرن، اونهایی که سم شکافته دارن ندارن اینا رو حلال کردیم، حرام کردیم و غیره، که مشابهت های زیادی هم با تورات داره. خب ببینید این حکما خب به ظاهر خیلی خشن دیده میشه، کسی رو بسوزونید به آتش به خاطر اینکه دختر یک روحانیست و حالا فحشایی هم احیانا مرتکب شد، یا یک شهری رو به طور کامل از دم تیغ بگذرونید برای اینکه کسی اونجا رفته و مردم رو دعوت به پرستش خدای دیگری کرده و یهوه یعنی خداوند رو به خشم آورده است، شهر رو از دم تیغ بگذران، همه رو بسوزان و اونجا تپه‌ای و ویرانه‌ای بشود که پس از آن هرگز بر روی آن آبادی بنا نگردد، و یا مرتدین رو سنگسار کنید و امثال اینها. این قصه تورات است. بیش از این رو اگر خواستید البته خودتون مراجعه کنید، خب کتاب مفصلی است و مطالب بسیار زیاد دیگری داره. اما بیایم سراغ انجیل. خب انجیل مشهور است که حضرت عیسی آمد و یهودیت رو نسخ کرد، یعنی مردم رو دعوت به یک دیانت جدید کرد و ظاهراً هم برای اونها احکام و شریعتی نیاورد. این رو بهتر است که کمی دقیق تر از قول خود حضرت عیسی ما بشنویم
تا بعد از این وارد قرآن بشیم. ببینید در این کتاب متا که اولین کتاب از اناجیل اربعه است و یهودی ترین اناجیل است، یعنی این کتاب مفاهیمش و مزامینش به اندیشه های یهودی بسیار نزدیکه و مفسران انجیل هم میگویند که این نویسنده تمایلات یهودی بیشتری داشته است و اون کلماتی رو از عیسی نقل کرده، سرگذشتی رو به گونه‌ای گزارش داده که تا حدودی با یهودیت ملائمت بیشتر داره. این جمله از عیسی در انجیل متا در فصل دهم آمده است. ببخشید این رو من به عربی میخوانم به خاطر اینکه این کتاب ها خیلی بزرگ بود، من دیگه نتونستم همه رو بیارم فارسیشون رو این رو. ولی لا تظن انی جئت لأبعث السلام فی الارض ما جئت لأبعث سلاما بل سیفا. عیسی میگفت گمان نکنید و حواریون و اصحابشون که من آمده ام که در میان شما صلح و سلام بیاورم، بلکه آمده ام تا شمشیر در میان شما بنهم. جئت لأبعث الخلاف بین الابن و ابیه و البنت و امها و زوجت الابن و حماتها و یکون اهل الانسان اعداءه. من آمده ام تا اختلاف بیندازم بین پدر و فرزند، بین دختر و مادر و بین همسر و همسر، به طوری که دشمنی میان خلق بیفتد. هر کس پدر و مادرش رو بیش از من دوست داشته باشد در خور من نیست. هر کس پسر یا دخترش رو بیش از من دوست داشته باشد شایسته من نیست. هر کس صلیبش رو بر دوش نکشد و به دنبال من روانه نشود شایسته من نیست. این کلمات خیلی هم اتفاقا شبیه هست به یکی آیه در سوره توبه که اونجا میگوید که ان کان آباؤکم و ابناؤکم و تجارتن تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. اگر اموالتون، اگر فرزندانتون، اگر خانواده و عشیرتون نزد شما عزیزتر از خدا و رسول هستن، منتظر بنشینید تا خدا در مورد شما حکم بکند. یعنی وقتی که دنبال من پیامبر، حالا عیسی باشد یا پیامبر اسلام، روان میشوید، ایمانتون، دینتون باید در صدر امور قرار بگیرد. همه بقیه زیر او قرار میگیرن و ارزش کمتری دارن و میارزن که فدای اون با ارزشترین بشوند. خیلی من در حاشیه این انجیل همین آیه قرآن رو آوردم که مشابهت مضمونی دارد. خب ملاحظه کنید یه عده‌ای این رو استفاده کردن و میگن که عیسی صریحاً میگوید که من نیامدم که صلح و سلام بیارم، منم اهل شمشیرم، منم اهل شمشیرم. اگر به یادتون باشه وقتی که راجع به، البته نه در این جلسات، در جلسات دین و قدرت من این بحث رو کردم که عیسی در آخرین شب حیات خودش به حواریونش پیشنهاد کرد، نه پیشنهاد بلکه توصیه کرد و امر کرد که هر چه دارید بیارید بفروشید و شمشیر تهیه کنید. بعد یکی از حواریون گفت آقا ما دو تا شمشیر اینجا داریم. گفت خب بس است، این که بروید و شمشیر تهیه بکنید هم آخرین توصیه های عیسی علیه السلام بود. خب این نکته اول که من مایل بودم اینجا با شما در میون بگذارم. در جای دیگری عیسی میگوید که اگر بتوانم براتون پیدا کنم که نمیدونم کجا هست، میگوید که من نیامدم که کتاب رو باطل کنم، یعنی تورات رو نسخ کنم و از میان بردارم، بلکه آمدم تا اون رو تکمیل کنم. ولذا خیلی از احکام تورات رو که عیسی نقل میکنه یه گام بالاتر از اون رو نقل میکنه. میگه به شما گفتن که زنا نکنید، ولی من به شما میگم فکر زنا هم نکنید. به شما گفتن که قسم دروغ نخورید، من به شما میگم اصلا قسم نخورید. به شما گفتن که
دوستانتون رو دوست بدارید، من به شما میگم دشمنانتونم دوست بدارید. یعنی در واقع احکام تورات رو که پاره از اونها احکام فقهی بود و پاره ایشون احکام اخلاقی بود تکمیل کرد به تعبیر خود عیسی، یعنی اونها رو یک پله ارتقا داد، بالاتر برد، اخلاقی تر کرد و به پیروان خودش دستور داد که آنچنان باشن. این احکام به صراحت و به تفصیل در میان فرمایشات حضرت عیسی آمده است که بخوام من اونها رو بخونم دیگه وقتمون رو به هر حال اینجا میگیره. بسیار خوب، اما ماجرا چه شد؟ یعنی پس از عیسی چه گذشت؟ خب از عیسی آمد که اگه منو دوست دارید ناچار با پدر و مادرتون با فرزندانتون اختلاف پیدا خواهید کرد، یا راه من یا پیروی از اونها، و گفت که من کتاب پیش از خودم رو نسخ نمی کنم، لغو نمی کنم، ابطال نمی کنم، اما تکمیل می کنم، بالاتر از او میگم، نه اینکه اونها رو از میان بردارم. اما و هزار اما، مسیحیتی که اکنون وجود داره مسیحیت عیسی به تنهایی نیست، مسیحیت سنت پول است، پولس رسول، و این نکته ایست که خب بسیاری از بزرگان مسیحیت هم به اون اعتراف و اذعان میکنن. یعنی مسیحیت در دست پولس رسول مسیحیت شد، اون که اومد و قصه بر صلیب رفتن عیسی رو مطرح کرد، کفاره بودن خون عیسی رو مطرح کرد و بسی نکاتی که مترتب بر این است، اوریجینال سین رو مطرح کرد، آمرزش شدن گناه ذاتی مردم رو در اثر ریخته شدن خون عیسی مطرح، اینا همش حرفای سنت پول است، اینها در انجیل نیست، اینها سخنان عیسی نیست. حتی خدا بودن عیسی این به صراحت در اناجیل نیامده است، مگر یک جا در انجیل یوحنا که اون هم متأخرترین انجیلی است که نوشته شده. و الا مردم به عیسی همیشه یا ازش میپرسیدن شما کی هستی، ما تو رو که بدانیم چه بدانیم، و یا او رو معلم خطاب میکردن، ای معلم اینجا چه کنیم، ای معلم نظر شما در اونجا چیست. خود عیسی هیچ وقت نگفت من پسر خدا هستم یا خود خدا هستم که متجسد شدم آمدم. یکی از محققین انجیل دیدم در یکی از سخنرانیاش بر این نکته انگشت نهاده بود و میگفت و به نیکی میگفت، میگفت که آخه این مطلب کوچکی نبود که عیسی از مردم پنهان بداره که سه تا از نویسندگان سه انجیل در انجیل خودشون نیاورن و نگوین که عیسی خدا بود یا تجسد خدا بود. اگر واقعا او چنین شأنی داشت، چنین صفتی داشت، چنین جوهری داشت، از اول باید به مردم میگفت من کیم، نه اینکه پنهان کنه تا به طوری که مردم از او بپرسن تو کی هستی، آخرش هم به اونا نگه. باری سنت پول آمد و مسیحیت رو تکمیل کرد. او بود که خیلی به صراحت گفت که با آمدن عیسی ما از قیود شریعت آزاد شدیم. این تعبیر دقیقاً تعبیر سنت پول است، این در انجیل نیست، این از کلمات عیسی نیست. سنت پول یه تفسیری از شریعت کرد، من این رو قبلاً هم در این بحثامون گفتم، شاید به یاد داشته باشید، گفت شریعت با آوردن احکام گناه رو هم با خودش میاره. چرا؟ برای اینکه وقتی به شما میگه این فلان کار حرامه، معناش این است که اگر انجام دادی گناه کردی. با آوردن احکام گناه، میل به گناه، انگیزه گناه کردن رو هم در ما بیدار میکنه و ایجاد میکنه. گفت این مال مردم پیش از عیسی بودند که طبع شریری داشتند و سرشت ناپاکی داشتند، تمایل به گناهشون بر اثر احکام دامن زده شد. ولی ما اکنون، ما مسیحیان در اثر ایمان به مسیح جزئی از مسیح شده ایم، پاکی و عصمت مسیح به ما هم تسری پیدا کرده است، لذا ما دیگه اون سرشت ناپاک رو نداریم، انگیزه گناه کردن رو هم نداریم، حاجت به احکام نداریم، ایمان کار ما رو خواهد ساخت. اگر شما به یاد داشته باشید این رو من بارها می گفتم که مخصوصا لوتر در پروتستانتیزم برای این نکته خیلی تأکید می کرد که حقیقت مسیحیت ایمان است،
عمل هیچ مدخلیتی در نجات و در رستگاری ندارد. ایمان همه چیز است. ایمان یعنی مسیحی شدن، مسیحی شدنم یعنی مسیح شدن. من اگر به یاد داشته باشید مخصوصا این رو تأکید میکردم، من از نظر لوتر و در پروتستانتیزم مهمترین کاری که یک مسیحی میکنه ایمان آوردن است، بقیه کارا فرع اوست. و گفتم که اینجا یک، البته کلیسای کاتولیک این رو نمیگه، کلیسای کاتولیک نزدیک است به همون اندیشه اسلامی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هم ایمان هم عمل صالح. اما در پروتستانتیزم نه، ایمان در صدر می نشیند و همه چیز است و به همین دلیل شریعت اصلا ضرورت نداره. بنابراین با آمدن مسیحیت پولسی، یعنی با تفسیری که سنت پول از مسیحیت کرد و در کنار سخن عیسی که گفت من آمده ام تا کتاب رو نسخ نکنم بلکه تکمیل کنم، او در واقع آمد گفت دیگه به احکام شریعت حاجت نیست، ما جزئی از بدن مسیح شدیم. کلیسا بدن مسیح است، بدن شفاف مسیح. اینا دقیقا کلماتی است که به کار میبرند. و شما همین که وارد کلیسا شدید، وارد مسیحیت شدید، جزئی از مسیح می شوید. نکته خیلی مهمی است، یعنی گویی که هر مسیحی یک سلول از بدن حضرت مسیح است و روح مسیح در او جاری می شود و لذا حاجت به احکام نداره. و به همین دلیل هم می گویند که دوره تورات به سر آمد، او مال یک مردم دیگری بود با یک خصوصیات دیگری. سنت پول به یهودی ها می گفت شما همچنان عمل کنید به احکام خودتون، اما وقتی کسی مسیحی شد ایمان بار او رو خواهد کشید، گناه اولی او هم آمرزیده خواهد شد و خداوند در او به چشم رحمت و عنایت و فیض نظر خواهد کرد. خب من اینها رو به منزله مقدمه گفتم. ببینید درسته که احکام تورات به صورت احکام عملی و به اصطلاح احکام و شرایع فردی، مثل اینکه چه گوشتی خوردنش حلاله چی حرام، تقریبا هیچ حلال و حرامی از این قبیل توی مسیحیت وجود نداره، همه اینا مال یهودیت بود. چی بخوریم چی نخوریم، چی پاکه چی نجسه، چی هیچ این چیزا وجود نداره، اینا همش متعلق به مسیحیت بود. تنها چیزی که هست یک رشته احکام اخلاقی است، یک رشته احکام اخلاقی است که خب یک مسیحی واقعی و خدا ترس، البته همونطور که عیسی دستور داده اونا رو باید رعایت کنه. دو جا در انجیل هست، یعنی در دو تا از کتابای انجیل که از عیسی پرسیدن که حقیقت مرام تو چیست، گفت یکی احترام به پدر و مادر و همسایه، دوم اون چه برای خود نمیپسندی بر دیگری نپسند. این رو عیسی صریحا گفت، گفت حقیقت حرف ما همین است. و این واقعا چه سخن عالی است، چه سخن عالی است. یعنی قبلا هم برای شما گوهر عدالت در این کلام نهفته است، اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری هم مپسند. یکی از بزرگان یهودیت به نام هیلل، ایشان هم همین حرف زده بود. کسی به او، من خودم این رو در کلمات او ندیدم ولی در نوشته های خانم کارن آرمسترانگ دیدم که از اون حکیم و متعله یهودی نقل کرده بود که کسی نزدش آمد بار هیلل و به او گفت که من وقت ندارم که بیام پای درس شما یا پای خطابه های مفصل شما، همین سرپایی جواب منو بده میخوام برم. گفت چیه؟ گفت به من بگو حقیقت یهودیت چیه، همین سرپایی دو کلمه بگو من تو بشنوم برم. گفت اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری نپسند. این مفاد و مضمون و مغز تعالیم تمام انبیاست. اتفاقا در انجیل هم همینه، حضرت عیسی وقتی که این اونچه بر خود نمیپسند بعد دیگه نپسند، میگه این لب تعالیم همه انبیاست. البته در جاهای دیگه ایشون خوب توضیحات بیشتری داده، این رو باز کرده و اینکه صفات یک مسیحی خوب، یک مؤمن خوب چیست، خیلی هم نکات عالی و انسانی است که همه متضمن محبت است، متضمن تواضع است، متضمن دیگران رو برتر از خیش نشاندن است
و به همگان محبت ورزیدن است، هم حتی به دشمنان کوتاه آمدن است و طالب گمنامی بودن است. تقریبا همون احوالی که ما نزد صوفیان خودمون میبینیم که نزد راهبان مسیحی هم بود و اینها با یکدیگر هم داد و ستد داشتن، اینا لب تعالیم عیسوی است که اگر خوب به اونها عمل کنن یک انسان پارسا از آب در میاد و اگر خیلی اکستریم اونها را عمل کنن، اون وقت میشود همون تعبیر نسبتاً گزندهی که نیچه به کار میبرد که میگفت عیسویت دین گوسفندان است، یعنی از اونها میخواهد که بره باشند و تو سریخور و ستمکش که صداشون بلند نشه، دست به روی کسی بلند نکنن، همیشه کوتاه بیان و اگر کسی به این طرف صورتشون سیلی زد اون طرف صورت رو هم بگیرن، بگن یک سیلی هم به این طرف بگن، اگر لباسشون رو دزدید کلاهشون هم بردارن میگن اینم تقدیم شما و امثال اینا. خب اینا البته در انجیل هست، منتها اینها رو شما به صورت خیلی افراطی عمل بکنید چیز بدی از آب در میاد. با کمال تأسف مسیحیای امروز، اینایی که ما میبینیم مخصوصا اونایی که در قدرتن، اینا ذره شباهت به حضرت عیسی ندارن، بلکه از تبار دیگری هستند. خب حالا بیایم سراغ قرآن که من بیشتر میخواستم در اون باره سخن بگم. شما اون آیات رو لطفاً بر پرده بیفکنید تا من هم خب ببینید مقدمه ای که بله درشترم میشه میبینن دیگه دوستان، فکر میکنم ماشاءالله چشم ها خوب کار میکنه و عرض میشود که خب بله خیلی ممنون. سوره مائده است، آیه 32 به بعد، آیه 32 تا آیه 40، همین این آیه بعدی آیه 33 که مورد استناد آقای بهرامپور در تلویزیون ایران قرار گرفت که من الان مفصلا در بارش سخن خواهم گفت. ببینید آیه اول در مورد احکامی است که قرآن میگوید بر یهودیان نازل شده است. قصه هابیل و قابیل آمده در سوره مائده و اینکه قابیل هابیل رو کشت و بعد نمیدانست که جسد برادرش رو چکار کنه، خداوند کلاغی رو برانگیخت تا آمد و کلاغی رو دفن کرد و قابیل یاد گرفت که مردگان رو چگونه از میان بردارند، لذا اونها رو دفن کرد، او برادرش رو دفن کرد. مولانا هم میگه کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز روی فکرت و اندیشه بود. آدمی حتی گورکنی رو هم بلد نبود، باید به او یاد می‌دادند و خداوند به کلاغی الهام کرد تا چنان کند تا قابیل بیاموزد و مثل این هر حرفه دیگری، هر مهارت دیگری، هر علم دیگری که از نظر مولانا به الهام الهی و به وحی او صورت گرفته است. باری بعد قرآن اینجا اشاره می‌کنه، میگه من اجل ذالک، به این دلیل بود، یعنی اون کشتن و اون قتل نفس که صورت گرفت و برادری برادر دیگر رو کشت، کتبنا علی بنی اسرائیل، ما بر بنی اسرائیل واجب کردیم، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس آدمی رو بکشد بدون اینکه اون کس آدمی رو کشته باشد یا فسادی کرده باشد، مثل این میماند که همه آدمیان رو کشته است. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس نفسی را، نفس یعنی خود، کسی را زنده کند گویی که همه بشریت رو زنده کرده است. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، پیامبران ما با بینات نزد یهودیان آمدند، ثم ان کثیرا منهم بعد از ذلک فی الارض لمسرفون، اما اونها بعدن باز دست از اسراف یعنی فساد و آدمکشی بر نداشتن. ترجمه خوبی هم هست از ترجمه آقای خرمشاهی است، بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم هر کس کسی را جز از قصاص قتل یا به جزای فساد مانند این است که همه مردم را، هر کس کسی را زنده بدارد مانند این است که
همه مردم را زنده داشته باشد. پیامبران ما معجزات بر آنگاه بسیاری از آنان در سرزمین خیش زیاده روی پیشه کردند. خب این مقدمه کار، بعد از او وارد آیه دیگری می شویم که همین آیه است که مورد بحث ماست و این تنها آیه است در قرآن که در مورد محاربه با خدا و رسول، یعنی جنگیدن با خدا و رسول آمده است. تنها آیه است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا. خب اونجا ترجمهش رو هم لطفا. همانا جزای کسانی که با دوستداران خداوند و پیامبر او به محاربه برمیخیزند و در زمین به فتنه و فساد میکوشند این است که کشته شوند یا بردار شوند یا دستها و پاهاشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از سرزمین خیش تبعید شوند. این خاری و زاری دنیویشان است، در آخرت هم عذاب بزرگی در پیش دارند. خب پس ببینید، ما در اینجا یک مقوله‌ای داریم به نام محاربه با خدا و رسول و فساد در زمین. اگر کسی محاربه با خدا و رسول کرد و در زمین هم فساد و فتنه کرد، چهار مجازات برای او معین شده است. یکی اینکه کشته شود، دوم اینکه به دار آویخته شود، سوم اینکه دست و پاش قطع شود من خلاف، یعنی دست راست پای چپ، دست چپ پای راست، و یا نفی بلد شود، یعنی تبعید شود به جای دیگر. مترجم ما اون که در تلویزیون ظاهر شد کلمه یقتلو و یسلبو رو گرفته بود. خب ما در قرآن و در عربی یقتلو داریم، یسلبو هم داریم، کشته شوند یا به دار زده شوند. اما وقتی که به صیغه تفعیل بیاد، یعنی یقتلو و یسلبو، یعنی با شدت عمل این کار صورت بگیره، ایشان تعبیرشون این بود که یعنی زجر کش شوند و یا به دار زده شوند یا به دار آویخته شوند. البته آویختن به دار نیست، همون به دار زده شوند و دست و پاشون رو هم که برخلاف یکدیگر، یعنی چپ و راست قطع بشه، یا هم نفی بلد بشوند و تبعید بشن. البته ایشان نمیدونم از کجا این رو آورده بود، میگفت نه اینکه از شهری به شهر دیگه، بلکه اونها رو سوار یک، تعبیر ایشون بود، کشتی قرازه بکنن بفرستن وسط دریا، اون جایی که نه آبی پیدا میشه نه نانی، بالاخره یه جوری ملک الموت بیاد سراغشون، حضرت قابض الارواح جانشون رو بگیره. من حالا به تفسیر و ترجمه ایشون کاری ندارم، ولی آیه است دیگه، آیه است که در قرآن و در او موج میزند خشونت و به اصطلاح اشد مجازات و در نهایت سخت دلی و سخت گیری با مجرمان و متهمان برخورد کردن. خب این آیه البته چنان که گفتم منحصر به فرد است، یعنی تنها آیه است که در این زمینه ما در قرآن داریم، یعنی مفهوم محاربه با خدا و فساد و فتنه در زمین و این مجازات های چهارگانه‌ای که الان شما در اینجا میبینید. من حالا اجازه بدید که براتون از تفسیر جلالین، یعنی مرحوم سیوطی که خب یکی از قرآن شناسان بزرگ قرن نهم مصر است، این رو عباراتش رو که خیلی مختصره بخوانم، والا شما به تفاسیری که در باب این آیه نوشته شده مراجعه کنید، بحث خیلی خیلی مفصل است. من به عموم تفاسیر شیعه و سنی در این باب مراجعه کردم، خلاصش رو اینجا خدمت شما عرض میکنم، ولی این سخنان جلال الدین سیوطی هم در اینجا شنیدنی است. ببینید عموم تفاسیر و روایات، چه روایات شیعه و چه روایات سنی، میگن که شأن نزولی دارد این آیه و این شأن نزولش این است که از قبائلی که یکیشون عرینه بود و یکیشون عکل بود و غیره، که حالا این اسما اهمیتی نداره، کسانی آمدن نزد پیامبر و به دروغ اسلام آوردن، گفتند که ما مسلمان شدیم
و آنگاه چند روزی که در مدینه ماندن گفتن آقا آب و هوای مدینه به ما نمی سازه، ما بیمار شده ایم، شکمهامون برآمده شده، ورم کرده و مرضهای دیگه گرفتیم، فکری به حال ما بکنید. ایشان هم فرستادند این افراد رو خارج مدینه و در جایی که تعدادی شتران در اونجا بودند که گویا در تحت نظارت پیامبر بودند، شتران صدقه. گفتن بسیار خوب، برید اونجا استراحت کنید و از همون شیر شترها بخورید. تو همه روایات آمده است که از شیر شترها بخورید، از بول شترها هم بخورید، برای اینکه عربا بول شترها رو می‌خوردن. حتی میگفتن ابوالها خیر من البانها، بول شتر بهتر از گوشت شتره. باری رفتند و اونجا، اما اینها ناجوانمردی کردند. وقتی که رفتند و شیر شتر خوردن و حالشون خوب شد، برخواستند و شترها رو که برداشتند و زیدن بردند، چوبانها و شتربانها رو هم کشتند و پا به فرار گذاشتند. خبر به پیامبر رسید. ایشان هم خودشون سوار بر مرکب شدند و هم مطابق بعضی روایات دیگه امام علی رو فرستادند، مطابق روایات دیگه کسی دیگه رو فرستادند. به هر حال این فراریان رو دنبال کردند و اونها رو گرفتند و بازگرداندند. وقتی که بازگرداندند، پیغمبر دستور داد که بکشن اونها رو و دست و پاشون رو برخلاف یکدیگر، این راست و چپ، ببرن. در بسیاری از روایات هست که دستور داد چشمهای اونها رو هم از حدقه بیرون بیارن. در بعضی از روایات هست که چشمهاشون رو با میخ داغ سوراخ کردن. در روایات شیعه میخ داغ و درآوردن چشم نیامده، اما بقیه داستان آمده است که اینها اینطور کشته شدن. در روایات دیگر آمده است که اون فراریان، یعنی همون اسلام آورندگانی که بعداً ارتداد حاصل کردن، چوپانها و شتربانها رو که کشته بودند به همین وضع کشته بودند، یعنی دست و پاشون رو بریده بودند و پیامبر هم درست مثل اونها قصاص کردند. تقریباً تا اینجا غیر از درآوردن چشم عموم روایت‌های شیعه و سنی متفق است. اختلافاتی وجود داره که برای شما خواهم گفت. گفتن که شأن نزول این آیه این بود که چنین شد و پیامبر چنان کرد و بعد از این که پیامبر چنان کرد این آیه نازل شد. بعضی از مفسران اهل سنت نوشتن که این آیه عتابی به پیامبر بود، به پیامبر گفت و تندروی کردی که چشماشونو در آوردی، جزاشون همین مقداره که یا اونها رو بکشی یا به دار بزنی یا دست و پاشون رو ببری یا نفی بلد کنی، اما دیگه مسله کردن و چشم در آوردن نداریم و این رو به منزله یک عتابی به پیامبر تلقی کردن. روایات دیگه داریم که نه، این چنین نبوده. اختلاف و تعارض در اینجاها زیاده، من اینها رو فقط بیان میکنم برای اینکه یک گزارش نسبتاً کافی و کاملی از ما وقع داده باشم. خب بعضی از مفسرین اهل سنت نوشتن این اولین و آخرین مصله‌ای بود که پیامبر کرد، چون خود ایشون دستور داد بعد از این که مصله نکنید، یعنی مردگان رو، کشتگان رو تکه تکه نکنید، ولی این بار خودش کرد و البته بعداً آیه قرآن آمد و نوعی عتاب به پیامبر بود که این کار رو ادامه ندهد و اون رو تحریم کند. ببینید، من حالا این عبارات جلال الدین سیوطی رو براتون میخونم در باب همین آیه انما جزاء الذين يحاربون الله. میگوید و نزل في الارنيين، همون قبیله کذا که گفتیم، لما قدم المدینه و هم مرزا، آمدن به مدینه و مریض بودن، فاذن لهم النبي ان يخرجوا، پیامبر اجازه داد، گفت برید ال الابل، برید پیش شتران، و یشربو من ابوالها و البانها، بول شترها و شیر شترها رو بخورید. فلما صحو، وقتی صحت پیدا کردن، قتلوا راعی النبی، اون راعی یعنی چوپان پیامبر رو کشتن، و استاق الابل، و شتران رو هم با خودشون برداشتن و بردن. همین، بیش از این هم توضیح نداده. بعدش هم راجب توضیحیست راجب لغات این آیه که خب
حالا اهمیت چندانی ندارد. یک نکته که بد نیست من بگم، همین بحث نفی بلد یا از سرزمین خیش تبعید شوند، خیلی از فقها و مخصوصا فقهای حنفی معتقدند که تبعید از سرزمین یعنی زندان کردن، نه اینکه کسی رو بردارن و به شهر دیگری ببرن یا به قول اون آقا وسط سواری کشتی قرازه کنن وسط دریا بفرستن، نه، یا از شهر خودش تبعید کنن و یا زندان کنن، حبس کنن. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، این مجازات در مورد کسانی که قبل از گرفتار شدن و دستگیر شدن توبه کنند جاری نیست. یعنی اگر توبه کردند و آنگاه دستگیر شدند دیگه مجازات ها بر آنها روا نیست، اما اگر اصرار ورزیدند پس یا ایها الذين الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غني غفور رحيم، مگر کسانی که پیش از آن که بر آنان دست یابی توبه کنند. یک کمی بالاتر بریم، فقط من آیه بعدی رو هم اینجا خدمت شما نشون بدم و همچنین بعد از اون، بعد از او، بله ببینید آیه سرقت هم اینجا میاد، و سارق و سارقت و فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله، دستان مرد و زن دزد را به کیفر کاری که کرده اند ببرید، که عقوبت الهی است. یعنی این هم به اصطلاح یک حکم خشونت آمیز دیگر که به دنبال حکم بالا میاد. این حکم البته در تورات نیست، بریدن دست، اما خب در قرآن ما داریم. بسیار خب، این لب مطلب که اون چرا که در قرآن آمده در مورد مجازات محارب کنندگان با خدا و رسول و فساد کنندگان در سرزمین یعنی در کشور، در شهر، و انواع مجازاتی که برای اینها ذکر شده، خب درباره اینها چه میتوان گفت؟ یعنی چه چیزها گفتند؟ چه توضیحاتی و چه توجیهاتی کردند؟ من قبل از اینکه فراتر بریم این رو برای شما عرض کنم که حقیقت این است که اگر به زبان امروزی بخوایم این آیه رو، اون همون آیه اولی که گفتیم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، به زبان امروزی بخوایم بگیم، شما از این جزئیات و خصوصیاتش بگذرید، معناش این است قطاع الطریق رو به اشد مجازات برسانید. این خلاصه این آیه است. حالا توضیح بیشتری هم بده. عموم فقها و مفسرین گفتن محاربه با خدا و رسول در این آیه منظور قطاع الطریق، راهزنانن. راهزنان رو به اشد مجازات برسانید. این لب معنای این آیه است. حالا به اشد مجازات رسوندن خشونت است یا نه یه حرف دیگری است، اما حکم این است، همین معناش. یعنی شما تفسیرهای قرآن رو که بخونید ببینید محاربه با خدا و رسول و فساد و فتنه کردن در زمین رو چی معنی کردن، مخصوصا مرحوم آیت الله طباطبایی، علامه طباطبایی، خب خیلی روشن میگه پیامبر با هیچ کافری این کارو نکرد. این معنیش نیستش که کفار رو بگیرید دست پاشون رو ببرید تو دار بزنید، هیچ وقت این کارو نکرد، هیچ مورخی و مفسری هم این رو نگفت. این در مورد محاربه با خدا و رسول است و فساد در ارض، و ایشون هم توضیح میده که این از اون چیزایی است که پیامبر برقرار کرده، نه اینکه حکم ساده الهی باشه. پیامبر که امنیت رو برقرار کرده، راهزنانی که این امنیت رو به هم میزنن و فساد پدید میآورن، ناامنی پدید میآورند و قطاع الطریقن، راهزنن، اینا باید به اشد مجازات برسن. اشد مجازات اون روز این بوده. خلاصه مطلب این است. این تفسیر این آیه است اگر بخوایم به زبان امروزی بیان کنیم. اما اینکه خب ظاهرش خشونت آمیزه، مخصوصا حالا کشتن، هنوزم کشتن رو خیلی خشن نمیدانن، اقلا در بعضی جاها هنوز مجازات اعدام رو جایز میدونن. دار زدن هم فرض کنیم همچنان مقبول باشه، قابل اغماز باشه، اما دیگه دست و پا رو از راست و چپ بریدن خیلی امروز آزارنده است و تحمل ناپذیر است. نفی بلد هم باز امر سختگیرانه شمرده نمی شود.
من میخوام یک کلی اینجا برای شما عرض بکنم، نه یکی بلکه چند تا. نسبت به این گونه موارد که ما در قرآن میبینیم، خب سرقت رو هم اینجا حکمش رو دیدیم، باز امروز این رو نسبتاً خشن میشمارن، دست کسی رو بریدن، اصولاً زخم بدنی رسوندن، خب در قرآن گفتم همچنان که در تورات هم بود، العین بالعین و سن و بسن، دندان در مقابل دندان، چشم در مقابل چشم، که در تورات هست و در قرآن هم هست. الان در ایران هم اجرا میشه، کسی چشم کسی رو آسیبی برسونه، خب چشمش رو در میارن. البته من شنیدم که پزشکان تمکین نمی کنن، ولی خب اونا مایلن که به این حکم قرآنی عمل بکنن. حضرت عیسی هم ولی مقابل این حکم ایستاد. در انجیل میدونید شون گفت که مقابله به مثل نکنید، اگر کسی چشم کسی رو کور کرد شما چشم او رو کور نکنید، اگر دندان کسی رو شکست شما دندانش رو نشکنید. حتی از ایشون نقل شده است یا از پیروان عیسی که گفتن اگر مجازات چشم در مقابل چشم رو اجرا کنیم، میگه کم کم بینایی در عالم باقی نخواهد ماند، همه کور میشه. بنابراین مقابله به مثل نکنید. اما خب اینا در قرآن هست، این مقدارش هست. الانسا بالانسا، در مقابل زن فقط زن کشته میشه، والعبد بالعبد والحر بالحر والانسا بالانسا و امثال اینا. خب ما در مقابل اینها چه میتونیم بگیم؟ اینا رو چگونه باید بخوانیم و بفهمیم؟ معنی اینا رو عوض کنیم؟ نه، اینا معنیش هم نیست که من خدمت شما عرض کردم، همینه که خب به دار بزنید. نمیدونم، تازه دار زدن رو هم عموم فقها بحثشون این بوده که بعد از کشتن به دار بزنیم یا قبل از کشتن. به قول اون نوحه ها بود میخوندن، اگر کشتن چرا آبش ندادن؟ بعد از کشتن به دار بزنیم یا قبل از کشتن؟ بعضیا میگفتن نه، دار زدن مال بعد از کشتن برای عبرت گرفتن مردم. بعضیا میگفتن نه، دار زدن خودش یک مجازاته، ولذا زنده باید به دار زده بشه، منتها نه دار به صورت دار امروزی. این اشتباهه. این در ترجمه این آیات هم مثلا به دار بیاویزن، کسی به دار آویخته نمیشد، امروز به دار میآویزن و از طریق خفگی میکشن. دار همون صلیب بود که عیسی رو هم بر او زدن، یعنی شخص رو اینچنین روی صلیب پهن میکردن، حالا یا با میخ دست و پاش رو میکوفتن به صلیب و یا اینکه با طنابی زنجیری میبستن و اونگاه فقهای سنی هم فتوا دادن با نیزه شکم او رو سوراخ میکردن و که خونریزی کنه و در اثر خونریزی بمیره. یا سلبو معناش اینه. اینا معنیش همینه، معنی دیگری نداره. من دیدم بعضی از کسانی که میخوان مثلا پاره ای از این آیات قرآنی رو تفسیر امروزین بکنن، کلمات رو از معنی اصلیشون برمیگردونن. یعنی میگن 1400 سال همه مفسرین و عربی دانها و زباندان ها اون کلمه رو معناشو نمیدونستن، ما امروز معنی درستش رو پیدا کردیم. مثلا در قرآن هست که اگر زنتون ترسیدید که اون آیه که نشوز پیدا بکنه، بچه نی کنید چنان که آخرش هم بزنیدش، وزربوهن. تفسیرها میکنن که وزربوهن چون یعنی بذارین برین، یعنی چیکار کنین. نه آقا، معناش این نیست، معناش همینه، یعنی بزنید اونها رو، هیچ معنای دیگری نداره. و ما کشف تازه نکردیم. اگر بیایم و بگیم 1400 سال بزرگان لغت و ادبیات این کلمه رو نمیفهمیدن، بنده ای که نه عربم نه جزء بزرگان لغت و ائمه ادبیاتم، این رو رو دست اونا زدم و فهمیدم، اینا سخنان ناروایی است. بنابراین معنا همین بود که من خدمت شما گفتم، از تفسیر جلالینم برای شما خوندم که همینطوری معنا کرده، از تفاسیر قدیمی مثل فخر رازی و کشاف و فیروزآبادی و غیره، همه اینا رو مراجعه کنید، همینطوری معنی کردن. آقای طباطبایی در روزگار خود ما همینجوری معنی کرده. لذا در معنی این آیه شما تردید نکنید که همین است، چیز دیگری نیست. اما بیان ببینیم که راجع به اینجور آیات به اصطلاح خشن ما باید چه بیندیشیم، چه کار بکنیم. من حدود 6-7 تا توضیح محتمل رو، ببخشید وقت ما داره میگذره، اما اجازه بدید ما این بحث رو به پایان برسونیم، اینجا نوشتم که متعلق به فقیهان و روشنفکران دینی است. مایلم با شما در میان بگذارم که این بحث ما به کمال برسه، به پختگی لازم برسه و بتوانیم دربارش تصمیم بگیریم. ببینید، بحث اول من راجع به خود واژه خشونت.
این نکته مهمی است. آیا همیشه این کارها و این شیوه ها خشونت شمرده می شده یا امروز خشونت شمرده می شود؟ این نکته کوچکی نیست. ما در علوم انسانی و در هرمنوتیکس، یعنی در تئوری تفسیر، این نکته رو داریم، قویاً هم داریم، که الفاظ معانی و مصادیقشون در طول تاریخ عوض میشه و ما نباید درک امروزین خودمون رو سوار لغاتی بکنیم که در گذشته به کار میرفته است. نمونه زیاد برای این هست. آقای هایک، یکی از فیلسوفان و اقتصاددانان مهم آلمانی که کتاب خیلی خوبی داره در باب علوم انسانی و تفاوتش با علوم طبیعی تجربی، اونجا میگه که در علوم طبیعی تجربی اشیا همانند که هستند، یعنی زمین همانه، کوه همانه، خورشید همانه، نور همانه، غیره. اما در مسائل انسانی با تفاوت گرایش ما معانی اونها فرق میکنه. یه روز ممکنه بپسندیم، یه روز ممکنه اون رو نپسندیم، لفظ همون باشه. من یکی دو تا مثال براتون میزنم. ببینید، هیچ کسی تا امروز، تا همین 50 سال پیش نمیگفت اینا خشنه. نمیگفت. به چه دلیل نمیگفت؟ برای اینکه عموم عقلا، متفکرین، مفسرین و حکما اینا همینو قبول داشتن. گفتن روش خوبیه، خیلی هم درسته. اسم خشن روش نمیگذاشتن. خشونت هستا، اما نه خشونت مذموم. یعنی اینکه خب معلوم مجازات سخته، اشد مجازات، اما نه مذموم غیر انسانی و غیر عادلانه، اینو نمیگفتن. پذیرفتنی بود براشون. یه 50-100 ساله که این از این حالت خارج شده و دیگه رماننده است برای ما، گزنده است، نمیپذیریم. به تعبیر دیگه اگر امروز ما بخوایم قانون گذاری کنیم، اینو نمیگیم. میگیم که راه زنان و قطاع الطریق رو به اشد مجازات برسونید، اما وقتی میخوایم اشد مجازات رو معنا کنیم و تفسیر کنیم، این نمونه ها رو شاید ذکر نکنیم، شیوه های دیگه رو معرفی بکنیم. مثالی که آقای هایک زده مسئله زینته، مثال خوبیه. میگه خیلی چیزا گذشتگان زینت محسوب میکردن. خانم ها، آقایون اون رو به خودشون آویزون میکردن، تو خونه شون میذاشتن. امروز زینت محسوب نمیشه. درسته که کلمه زینت و زیور همون کلمه است، اما مصادیقش کاملا فرق کرده. بذارید من یک مثال دیگه برای شما بزنم. مفهوم عفت. ببینید، این اوریانی که امروز در اروپا و در آمریکا هست، در تمام طول تاریخ بی عفتی شمرده می شده بدون تردید. این اوریانی که امروز هست، مخصوصا توی تابستونا، هیچ قومی این رو عفت نمی شمردن، بی عفتی می شمردن. امروز بی عفتی نمی شمردن. شما اگر گذشتگان را از خاک بیرون بیارید، وحشت می کنن از وضع پوشش زنان در روزگارها. وحشت می... بله؟ بله، دلشون هم نمیخواد برگردن، یعنی در کنار وحشت لذت هم میبرن. عرض میشود که واقعا همینطوره. یعنی عفت خیلی معناش عوض شده. یعنی اگر در گذشته میگفتن یک زنی عفیف نیست، معنیش نبودش که اینجوری پوشش داره، به خیلی کمتر از اینا بی عفتی محسوب میشد. میخوام شما بعد به این تعبیر و این تغییر معانی لغات توجه بکنید. همه به یک معنا و یکسان به کار نمیرن. اگر در گذشته تو کتاب بنوشتن عفت، امروز هم همون کلمه رو به کار میبرن، یادتون باشه که اتیتود، گرایش مردم و ادراکی و پرسپشنی که از اینا حاصل میکنن خیلی با هم دیگه تفاوت داره. من میخوام اینو عرض بکنم، اینا تو قرآن هست، یا حتی تورات هم هست. در زمان خودش خشونت مذموم محسوب نمیشده. خشونت مذموم یعنی چی؟ یعنی اون چه که طبیعت و روان مردم رو نپسنده، میپسندیده. مردم 100-200 سال عوض شدند. واقعا این یادتون باشه، از وقتی که بحث حقوق بشر و اومانیزم مطرح شد، اصلا آدمیان عوض شدند. ذائقه‌شون فرق کرد. طبیعتشون، میلشون عوض شد. چیزهایی رو که گذشتگان میپسندیدن یا بی تفاوت از کنارش عبور میکردن، امروزی ها راجبش حرف دارن، چه در جهت مثبت، چه در جهت منفی، چه چیزهای زشت و چه چیزهای زیبا. خیلی چیزها رو گذشتگان زیبا میدونستن، امروز زیبا نمیدونن. بریدن دست دوز بسیار امر عادی بود در گذشته.
یک نفر رو ما نداریم که علیه سخن گفته باشه امروز، ولی اگر ما باشیم و بخوایم قانون گذاری کنیم این کار رو نمی کنیم. این نکته اول که من مایلم به او خصوصا توجه کنید، چون کلمه خشونت بی پروا و بی محابا به کار میره و ما به یادمون میره که ما در عالم انسانی هستیم، در علوم انسانی هستیم، عالم واژه ها هستیم، معانی هستیم، تاریخمندی واژه ها و معانی هستیم. اینا رو فراموش نکنیم. در طبیعت است که کوه همچنان کوه و خورشید همچنان خورشیده، ولی در عالم انسانی خشونت همچنان خشونت نیست، عفت همچنان عفت نیست. اینا خیلی فرق کردن با هم، که حتی شیعه همون شیعه سابق نیست، سنی همون سنی سابق نیست. یکی از استادان من به من میگفتش، میگفت شیعیان گذشته رو امروز اگر شما بیارید میگن اینا سنی بودن، شیعیان گذشته ما 500 سال 700 سال پیش خیلی به اهل سنت نزدیکتر بودن. ما امروز انقدر قالی شدیم، انقدر اهل قلوف شدیم که شیعیان 700 سال پیش رو به شیعه بودن قبول نداریم. انقدر تحول پیدا میشه، انقدر تحول، و صرف روی الفاظ نگاه کردن بسیار گمراه کننده است. این نقطه اول که یادتون باشه، ولی فقط این نیست. نکته دوم که پاره از روشنفکران دینی مطرح کردن، این که قرآن اصلا کتاب قانون نیست. خب این یه حرف مهمیه. یعنی به فرضم که یک چنین چیزی توی قرآن آمده، قانون بیان نشده. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب قانون، اونایی که با کتاب حقوقی آشنایی دارن، اصلا اینجوری حرف نمیزنه. تمام مفاهیم باید تعریف بشه دونه دونه. ما محاربه به چی میگیم؟ مجازات به چی میگیم؟ حدودش کجاست؟ استثناءاتش چیه؟ تبصره ها کدام است؟ نه اینکه به طور کلی مطلبی رو بگیم که سر و تهش خیلی معین نیست، بعد این همه مفسرین دربارش به جدال بیفتن که آیا منظور این بود، آیا منظور آن بود، در چه موردی قابل اجراست، در چه موردی قابل اجرا نیست. و این فوق العاده مهمه، و یعنی فقط در این مورد نیست، هر قانون دیگری در قرآن، هر قانون نمایی، هر حکم دیگری در قرآن همین رو داره. به طور کلی فقه قانون نیست، این یادتون باشه. حالا چه فقهی که از قرآن استخراج شده باشه و چه فقهی که از روایات استخراج شده باشه، چه فقه اهل سنت چه فقه شیعه، فرق نمی کنه. فقه حکم قانون رو ندارد، برای اینکه مشخصات قانون رو ندارد. ما البته الان در مورد قرآن خصوصا صحبت میکنیم، و به همین دلیل به راحتی این رو برای همه دورانها صادق دانستن معونه میخواد، یعنی باید اثبات بشه. ممکنه برای یه وقتی خوب بوده با همون معنایی که الان عرض کردم بدون هیچ تغییر معنا، اما معناش نیست که هر چی تو قرآن اومده برای همیشه است، اصلا و ابدا. من اینجا برای شما مثال زدم، دوباره تکرار میکنم، شیعیان با کمال شجاعت و دلیری 1200 ساله که نماز جمعه رو تعطیل کردن. نماز جمعه تو قرآن اومده، همتون میدونید تو سوره جمعه است، اذا نودی للصلاه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، درسته یا نه؟ شیعیان 1200 سال نماز جمعه رو تعطیل کردن، حتی امروز هم که در ایران جایزه و رو واجب تخییری میدونن، یعنی میگن حق داری میخواید بخونید میخواید نخونید، برخلاف اهل سنت که اون رو واجب میدونن. چرا؟ میگفتن گرچه این حکم در قرآنه، اما یه شرایطی داره که چون اون شرایط حاصل نیست، لذا این نماز هم واجب نیست. اون شرایط چیه؟ حضور امام معصوم. میگفتن امام معصوم باید باشه و امام زمان چون الان غائبه و نیست، نواب امام زمان هم جای او رو نمیگیرن، پس چی؟ این حکم تعطیل. ما فقهایی داریم، همین الان هم هستن، یکی از بزرگترینشون مرحوم اسد احمد خونساری بود، اینا معتقدن تمام احکام جزایی قرآن تعطیله در غیبت امام، نه فقط نماز جمعه، دست دوز بریدن، اعدام کردن، همین محاربه با خدا رو، همه اینها در زمان غیبت تعطیله. هیچ کسی رو اعدام نباید کرد، دست هیچ دزدی رو نباید برید، شلاق و اینها نباید، حد اکثر به یه زندان رضایت میدن، احتیاط میکنن، میگن اینا فقط مال وقتی است که امام معصوم حاضر باشه. پس ببینید، اینم نکته دوم که قابل توجه هست،
که اولا قرآن کتاب قانون نیست، ثانیاً به فرض هم که باشه ما فقیهان بزرگی داریم که میگویند که اجرای این قوانین شروطی داره که این شروط در زمان حاضر حاصل نیست. حالا بنده خودم می افزایم که یکی از این شروط پذیرش عامه است، نه حالا فقط حضور امام زمان. اگر ببینید غرض از مجازات خود مجازات دیگه نیست، نتیجه است که بر او مترتب میشه. باید نتیجه چنان باشه که رماننده باشه، یعنی وقتی که کسی دید واقعا بازدارنده باشه، دست بکشه و اون کار رو نکنه و به امنیت جامعه خدمت بیشتری بکنه. اما اگر یه مجازاتی اولا جریتر کرد افراد رو، ثانیا متنفرتر کرد، ثالثا سرمایه رو فدای سود کرد، ما سود میکنیم اگر سودی رو به دست بخوایم بیاریم که سرمایه رو از دست بدیم، یعنی مردم بیان کل اسلام رو کنار بذارن، این میشه سرمایه رو فدای سود کردن. این همون میشه که مرحوم اقبال لاهوری میگفت، این رو بارها براتون نقل کردن، میگفتش که مرد زن حق طلاق نداره، فقط مرد حق طلاق داره. ولی یک راه حلی در فقه هست و اون که اگر مرد یا زن کافر بشن فسخ زوجیت میشه، یعنی دیگه نه زن اون مرد، نه مرد شوهر این زنه، اگر یکی از دو طرف کافر بشه. میشون خود اقبال حقوقدان بود و مدتی کار حقوقی در پنجاب میکرد در هند، میگفت زنان به من مراجعه میکنن میگن شوهر اون که ما رو طلاق نمیده، ما هم از دستش به سطوح اومدیم، اعلام ارتداد میکردن، میگفتن ما نامسلمان شدیم، دست کشیدیم از این دین، هیچی، فسخ زوجیت میشد، یعنی خلاص میشد جون این خانم، درسته؟ میومد و وقتی که تمام میشد کار دوباره میگفت نه من دوباره مسلمان شدم، و درست هم هست، یعنی به لحاظ فقهی اشکال نداره. مرد اگر مرتد بشه میکشنش، زن اگه مرتد بشه نمیکشنش. بنابراین این زن ارتداد حاصل میکرد و از شر شوهر ستمکارش نجات پیدا میکرد، دوباره میومد مسلمان میشد. اقبال همین این رو در کتاب احیای فکر دینی نوشته این دقیقاً فدا کردن سرمایه به خاطر سوده، یعنی اصل رو به خاطر فرع ما داریم از بین میبریم. یه فرع فقهی که میخوایم به او عمل کنیم باعث میشه که یه زن مسلمونیش رو بذاره کنار، اصلا بگه نخواستیم و از دین خارج بشه. ببینید در شروط اجرای این مجازات ها یکیش، حالا از نظر بعضی فقها ها این است که امام زمان باشه، از نظر بعضی ها که اصلا قانون نیست، یکیش اینی که اصلا فایده داشته باشه. وقتی فایده نداشت، مجازات که موضوعیت نداره، طریقیت داره، یعنی برای منظور و نتیجه است. اگه اون نتیجه رو نداد بلکه نتیجه عکس داد، خب هیچ عاقلی حکم نمی کنه که ما اون مجازات رو ادامه بدیم. سوم این که نکته بعد این استش که خب من در آثار خودم هم آوردم که تمام احکام فقهی جزو عرضیاتن، یعنی می توانستن نباشن. اونایی که با نوشته های من آشنایی دارن، من در مورد معارف دینی گفتم اینا به دو دسته تقسیم میشن، به ذاتیات و عرضیات. ذاتیات اونا هستن که نمی توانستن نباشن و قوام دین و ارکان دین اونا هستن، اما عرضیات اونا که می توانستن نباشن، و خب تمام احکام دینی چنینن. اگه پیامبر در عربستان ظاهر نشده بود، اگر چنین اگر چنان، این احکام جوری دیگری بودن. این شیوه از مجازات، شیوه مجازات عربیه. این که دست و پا رو از چپ و راست ببرن، سه جای دیگه قرآن آمده، هر سه جای دیگه هم تهدیدی بود که فرعون نسبت به جادوگرا کرد، گفتش که لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم فی جذوع النخل، تهدیدشون کرد، گفت شما رفتید به موسی ایمان آوردید، میگیرم دست و پاتون رو راست و چپ میبرم و دارتون میزنم، فی جذوع النخل، در درختای خرما. سه جا از قول فرعون این آمده است. خب چطور این مجازات وارد جهان عرب شده، به عقل عربا رسیده، توی قرآن آمده، یه مجازات خیلی ویژه‌ای؟ آیا اگه پیامبر در عربستان نبود، اگر این کار سابقه نداشت اون طرفا توی مصر یا جاهای دیگه، وارد قرآن هم میشد؟ آیا این موضوعیت داره؟
نه نداره و جزء عرضیات است. میتوانست جوری دیگری بشه، همه مجازات ها میتونست جوری دیگری بشه، همه احکام شرعی میتوانست جوری دیگری بشه و این تناسبی بود که با زمان و شرایط روزگار و جهانبینی اون دوران داشت. خب من دیگه سخن رو به درازا نمیکشانم. اجمالاً را البته از فقیهان خودونم یک نکته رو نقل بکنم که خودم از اونها شنیدم، گفتن این احکام رو باید امروز تعطیل کرد برای اینکه موجب وهن اسلام است. یعنی اگر نامسلمان ها بشنون در مورد اسلام به شک میفتن. این ضعیفترین دفاع است از این. یعنی اگر زورمون رسید و موجب وهن اسلام نشد باز هم اینا رو اجرا میکنیم. نه اینطور نیست. این باید ریشه ای قصه رو فهمید. ما دیدگاهمون رو نسبت به قرآن، نسبت به وحی، نسبت به فقه باید عوض کنیم که اصلا این فقه و احکام شریعت چه جور چیزی هن، خواه در قرآن آمده باشن و خواه در جای دیگری، اینها وجود دارند اما امروز عمل کردنی نیستند، قانون نیستند، عرضی هستند، در زمانی که اجرا می شدن خشونت نبودند، امروز اگر اجرا بشوند خشونتن، لذا مذمومن و باید متروک بیفتن. نقطه عشق نمودم به تو، هان سهو مکن ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. و السلام علیکم و رحمت الله.